خب سلام دوستان عزیز، امید است که جور و صحتمند باشین. ما برگشتم با یک ویدیوی دیگر. میخوایم برایتان یک کباب مرغ و کباب کوفته ای است، خیلی خوشمزه و راحت برتون آموزش بدم. خدا کنه خوشتون بیاد. خب در گذشته ما از ماشین گوش نداشتیم، فود پرسر نداشتیم، مردم نداشتن دیگه. در قدیم و مردم کباب میکوفتن به گوشت به شکل خیلی قدیمی و راحت با سر چوب که ما کوفتم. ببینین چی رقم. خب به این شکل که کوفتیم کباب گوشت، گوشت ما اصلا اگر در ماشین پرتی میشه، میتونین اگر در ماشین پرتین دانه های درشتر بکشین و خیلی ریز بکشین. گوشت بسیار مرخ که هستک بسیار نرم میایه و شاید یک ذره سافت و لیزدار و خیلی خراب بیایه. و اگر خودمو بکوبیمشه همراه در سر یک تخته، همراه یک ساتور، خیلی درشتر میایه. ببینین به این شکل که درشت کوفته میشه، قسم خوبش میایه. خب ما اینا کوفتم و میخوایم که یک دانه پیاز دهش پرتم، گشنیز، مرچ، یک قاشق مرچ سیاه گرفتیم، دو قاشق امی تخم گشنیز است، نیم قاشق مرچ پودر سیر، نیم قاشق هم پودر پیاز است، نمک است، یک ذره مسکه ضرورت داریم که امی سینه مرغ بسیار یک ذره خشک است، سینه مرغ به او خاطر یک ذره دهش مسکه مندازم. دیگه به دو قاشق ما سیر ضرورت داریم و یک ذره زعفران اینجا گرفتیم. خب اگر نداشتین فرق نمیکنه. خب ما پیاز نمیخوایم که از تراشک بکشم و یا از میکسر، اینا میخوایم که از بلندر، و این میخوایم که این رقم به پیاز نازک نازک، خیلی پیاز دانه بسیار اگر نازک بسیار خرد خرد کنین به این شکل، امو پیاز که دهش بانه دانه 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 های پیاز وقتی که پختن میکنیم، امی دانه های پیاز در زیر دندان آدم میایه و دانه های گشنیز بسیار خوشمزه تر میباشه از این که ما پیاز در ماشین پرتیم و یا در میکسر اینو بلندش کنیم، از تراشک بکشیم و قسم از اون قسم که در قسم بهتر است، به خاطر که امی دانه ها دانه های پیاز اگر زنده زنده و گشنیجی اینا مرچ باشه بسیار یک کباب خوشمزه میایه. خب امتحان کنین. بسیار نازک نازک میخوایم که این پیازا را ما ببینین چقدر دانه های خرد داره. اگر از تراشک بکشیم پیاز ما آب میکشه و یا در ماشین پرتیم آب میکشه، هم گشنیز آب میکشه و هم پیاز باز آبشه، اوسو مندازن بعضی ها. خب تمام فایدهش میره دیگه. بهتر است که ما امیره به این شکل خرد خرد کنیم پرتیم. ببینین نه آب میداشته باشه نه چیزی. خب من اینا رو همگیش خرد میکنم و مندازم در کباب.
خب دوستا، حالا ما یعنی زعفران خودم مندازم دیش. امی سیرم دیش مندازم، سیر ما زیاد باشه بهتر است، بخاطر که امی مرغ خودش یک خامبویی داره و تخم گشنیز و مرچ سیاه و نمک اینا رو دیش مندازم. اینجا یک ذره مسکه دارم، این مسکه را یک کم گرم میکنم بخاطر که بسیار سخت است، این رو دیش مندازم. خب دوستا، این مسکه رو دیش مندازم بخاطر که گفتم سینه مرغ خشک است. دوستا چه خوب، یک کباب اخته شد، رنگ روخش و پیاز و گشنیز همه چیز دیش هست و ایره آلو من میگذارم که اخته شده کاملا، بعد از او آتش در میتیم و پختش میکنیم سراتش. خب دوستان عزیز، ببینین که من از نمیخوایم از سیخ استفاده کنم برای از این کباب، نشان میتم که حاجت از این نیست که بعضی کسا مشکل دارن که چه قسم گوشت کوفته ایره و سیخ بکشن. ما میخوایم که به این شکل برتون نشان بدیم. آتش ما که روشن است، همه چیز منظم و میخوایم میره به سر همین خود آتش بگذارم. ببینیم. خب ما دست نمیزنیم میشه که خراب نشه، نچکه بعدن باز دورش میتیم.